یعنی ببینید کیو داریم. آره میبینید احتمال تعلق. آره. سی عدد باحالی. ای ها سی عدد باحالی. آره بچه آگه سندمون ام آروس همه 29 سالمون یا 30 سالمونه؟ مطلعه شما هستی؟ بهمن. بهمن آبان. تو آبان هم تو هم نشدی تو چون یه سی. آره سی تموم میشه. سی تموم میشه میرم تو سی. آها میری تو سی تازه. من رفتم تو سی. فول آبان رفت. آره تو آبان بودی رفتی سی. آره رفتم. من سی تموم داره میشه. آجی کیر تو شدی. کم کم ها جدی باشه. بعد همین دیگه بچه ها اگه ما رو میشناسید احتمالا آدرویت هم حتما باید بشناسید. آدرویت بتونید ناراحت بشید. من به فرشید میگم ناراحت میشم. فرشید؟ آدرویت آدرویت میگیم اوکی؟ مفصلا فرق نمیکنه. بعد عرض کنم به حضورتون که چه خبر؟ سلامتی همه چی روال؟ من تو رو نمیبینم این پای میکروفونه. قرار بود با ترک شروع کنیم. آره من نیما رو نمیبینم. خب بیا از اول اصلا با ترک شروع کنیم. خوب بودا نه واسه من خوبه بریم اینا رو بریم اسکی توش باشه. یه ترکی که یهو بیمار انگار تو زندان میمونه. داره میگه یهو مثلا یهو بخوایم جن جدی واقعیه. چی؟ جن. خب جدی کیری واقعیه. مثلا یهو جن همه جا. جن مثلا آبا ببین تا دلت بخواد جن نداریم ولی جن نه. نه بکن یهو داریم مثلا چیکار میکنیم؟ تو خانه خلی ها جیره قوی هم خیلی خفن هم پول هم دارن یه سریشون. جن پول داره؟ باره پول دارن داداش. با پول داراش رفیق میشه. با پول داراش رفیق میشونید. آره بیزنس دیل میکنید. تیز بازی اولش تیز بازی در بیده کنم اول که همه مرموم گارد دارن نسد بهشون باید به این کار رو برسی. ولی نه جن کسچر جن کسچر جن کسچر ها به هر کی اینو میگم من زندگی گوشه داداش ما که ندیدیم همین من به همین رو میگم میگم پوریا ندیدین فلان پوریا ندیدی هیچ کی نمیبینه من جن ندیدم میگم ولی جن ندید تو چیز که میشستی جن نبود قلافی بود نقطه کور نقطه کور میگی توی کتاب اونجا جن من اونجا نباشه دیگه جن شما از چند سالگی بالکن داشتین بالکن داشتیم یا بچگی داشتیم بالکن از بچگی بالکن داشتین پولدار بودین یعنی نه بالکن بالکن پولدارسیه بالکن پولداری بالکن تراس چه فرقی داره اول بذار تعیین کنیم بالکن طبقه اول تراس واسه پولدار است نه تراس اسمش خارجی مونه بالکن همه جا هست نه بالکن کجا هست همه جا نبداش پایین شهر فرو بالکن نه با چیز اون متراژ خونه رو بالا میبره اگه تو خونه باشه میتونی وسیله بذاری بالکن تو خرج بالکن نمیبره ما نداشتیم نه آر بالکن ما هیچ وقت نداشتیم فقیر نکن فرق رو میبینی الان یه بالکن انقدر دیرم تو شهر نه آقا بالکن الان بالکن داری نه الان تراس تو دلت بخواد تراس داری چند تا تراس دوست داری نه باحال دیگه فاز باحالی میده چقدر اصلا از ذاتو تراس شبیه بیرون کوچیکه میدونی چی میگم انگار بیرون ولی امنه میدونی چی من یه ذره مثلا یه جایی گل که نمیتونی بکشی آره میری خودکار تو تراس آفرین اصلا محیط چیزیه میگم شبیه بیرون جای پارکه خواهم میگم پول داره دیگه آدمای فقیر زمین هوا ربطی نداره فقط پول داره تراس دارن تراس آره شاید ولی بالکن هم همه جا فرقش یه بار سرچ کرده بودم یادم نیست جدی تراس بزرگتره احتمالاً آره تراس بگم بزرگتره برام ویلای داشتی آره آره حاجی من میگم پول داریم پول داریم ویلایی پایین شهر داشتیم خونه ویلایی ویلایی دیگه کوینی ساختی نه نه ساختی داری ننوز نه فروختیم اون خونه قدیمی های تهران که ویلایی بود خیلی باحال انرژی اصلا هیچ تصوری نداشتم که چیزی همیشه دوستام یه مثلا آقایی پیدا بشه بیاد و یکی مثلا این خونه برای شما نه بیا بشین توش بشین اصلا بعد دیدی اون خونه هایی که ویلایی حالا هر جای شهر هست بعد خالی است اصلا راسته چیزی نی ایران زمین یه سری خونه ویلایی خالی کجان صاحبش آره کجان صاحبش بیا نمیشه تو نمیشه صاحبش بابای من صاحبش صاحبش نیست کجا خب بدم ما استفاده کنیم چرا نمیدن استفاده کنیم مثلا میگن هر چقدر پولدارتر میشی نمیدونم من نمیدونم تو چی میدادی من داشتم اگه خفن بود داره دیگه به من به یکی مثل خودم میدادم اگه انقدر داشته باشم که کیرم نباشه اون خونه این صندلی رو شکست بکنم اگه کیرم انقدر پول داشته باشم که کیرم نباشه اون خونه رو میدادم چرا ندادم نمیدید داشت تو نمیدی اون استرس 30 تا خونه داره میدی مثلا میدی پسرت میشینه نه مثلا پسرت میاد یکیش شبیه پسرت مثلا پسرت میاد میگه که بابا این من خیلی حال میکنم خیلی خفنه بیا اینجا خب اون قضیه دلیه اون فرق میکنه پس ببینن چی میسیم خایه مالی اوکی خایه مالی باید خایه مالی باید بلد بشی خایه مالی نظر چیه ایزی کوس چیه نه آدم خایه مالی چند مثلا خایمالی خوب و بد داره یا خایمالی صرف خایمالیه درجه داره درجه داره یعنی مثلا تا یه درجه اوکیه
نه دیگه خایمال خایمال نه نه یه جای یه جاهایی از خایمالی که ادب یه جاهایی هست داره بده بستونه میشم میگم تو یه خایمالی ریز ادب میشه بنظرم آره دیگه ادب مهم میگم خایمال اون خایمالی نه خایمالی بده بستون ادب دیگه نه داداش تو خایمالی یه واسه دیگه از ادب نه داداش مثلا من برات میگم میگم دوستت دارم یه لولی خایمالیه ولی یه لولی ادب دیگه 30% خایمالیه 70% هر چقدر سعی باشه میجوری حالا بحث بحث تعریف تعریف چاغال از نظر چیه من دیروزش چاغال آره اون سمین این که چاغال چاغاله معلومه خب چند روز پیش داشتیم فکر می‌کردیم تعریف چاغال یه ذره عوض میشه اینکه مثلا یارو سیسش ترتمیزه دیگه نباید بهش گفت چاغال تو کی میگی چاغال فکر کردی اصلا من یکی چیلی بازی در میارو بشمیم چاقال هر که حال نمی کنی باش اصلا میگم یارو چاقال بازی در من به کسی میگم چاقال که مال هیچ کاری نیست بچه اون من یه پودکست بهتر رو نزم با من اسم با من من بیشتر رو خوش میگم خب بسه چاقال بود چاقال آره چاقال چاقال من کیریه دیگه چاقال بودن که کیریه من میگم دیگه کسی که موهاش بلنده چاقال نیست نه کسی که موهاش بلنده چاقال نیست چاقال هم درجه داره چاقال هم درجه داره چاقال کونی چاقال بیناموس خب این داری جلو میبی دیگه اسکل چاقال اسکل چاقال قبلش بیاد مثلا فرق میکنه آفری خودش فرق میکنه صفت اسکل قبل چاقال بیاد فرق میکنه اسکل چاقال اول اسکل یکم چاقال اسکل چاقال مثلا بچه است تو مثلا نه دیگه اسکل نیترو میزنه به چاقال خب میگم وقتی اسکل رو میگی چاقال دیگه مهم نیست اونقدر دیگه اسکل اسکوله... یعنی که تا اسکل میاد چاغاله رو بکنه آقا بذار یه مثال دیگه بزنم بی ادب کسکش مثلا بدتر یا کسکش بی ادب کسکش بی ادب بی ادب صفت اوکیه مثلا کسکش کی پوشه کسکش بی ادب میگه کسکش بی ادب خیلی باحاله آره خب راجع به کارات بگو برنامه آینده یهو موزیک داریم نیو موزیک آپشن دیگه چیه اینجوری که میگه موزیک یک کوزه دیگه کارهای دیگه ای هم میکنه ساخت و ساز چه خواهد همه چی همه کار میکنیم منظور خب میگه آینده چی کار نه همون موزیک من میخوام یه ده دقیقی رو هم دست چیمی این هم اینجوری هم شوهر کار میاد بعد موزیک که داریم دو سه تا فیت داریم فیت عشق عالی فیت خوب داریم اسم نگو ولی خب فیت داریم فیت خفن فیت خفن داریم اولی بار تو تاریخ داره سیاست نشون میده با بچه های خودمون که مثلا ترک دادیم تا الان مثلا باز دوباره داریم کاوه اینا آره کاوه این امیر امیر؟ امین تیجه تیجه بس امین دیگه آلبوم دو سه تا کار تکی هم دارم آلبوم موزیک ویدیو نه فعلا موزیک ویدیو یه دونه داریم همین خواستم راجع موزیک ویدیو ازت بپرسم پلنی نداری واسه سپر داریم دیگه موزیک نه میگم یه جوری میگه انگار دلت نیست موزیک ویدیو آره موزیک ویدیو داریم اینجوری گفت داریم دیگه خب نمیدونم الان وقتش بیاد بیرون یا نه ولی آها راست فعلا نمیاد دیگه موزیک ویدیو کلا من اسم میکنم جی جی هاش اون سری داشتیم صحبت میکردیم موزیک ویدیو خیلی چیز خوبیه ولی تو ایران دست و پاتو میبنده واسه موزیک ویدیو ساختن آره آره خیلی اصلا لوکیشن تو بزنم دیگه هر فیلم برداری دادم دیگه اصلا باهم چت نکرد گفتم اصلا ما این کارو نمی‌کنیم حاجی شما چیف کیف از کجا پیدا کردی من اولین بار یعنی مثلا سال مثلا نمیدونم چه سالی بود اصلا داشتم گوشتم یه نفر دیدم ادلیب اسکواد داره اون پشت میاد بعدش مثلا اسکیپ می‌خوره مثلا من 6 سال فارسی گوش ندادم برگشت دیدم اون یه نفر آدرویده پشو چیف کیف از کجا اومد چیش یعنی من فکر نمی‌کردم تو ایران کسی چیف کیف گوش کنه واقعا خب قبلا هم من خود من به شخصه مثلا 89 اینطورا 88 87 ترک دارم آره میدونم بیشتر ترک دارم خب بعد تو یه تایمی بین مثلا 90 تا 97 8 کلا کار نکردیم 90 تا 97 8 کلا کار نکردیم دقیقا همون دوره که ما اصلا رفاسی 91 2 3 اینا یه 5 6 سال این لابلا تا آره فهمیدم فکر کنم تا 2 سال پیش اینا کار نکردم بعد از انفجار تهران تموم شد آره دیگه کار نکردیم و بعد اینجوری دیگه کار کردیم یهو تصمیم چیش بود یهو تصمیم گرفتی بیای یهو کار کردیم دیگه دوباره ترک با ویناک بود فکر کنم آره با ویناک خوندیم و دومین فریستال همون دور و بر اومد یاد نه خیلی بدتر اومد نه اون بدتر اومد یه تایم پشت سر هم اومد دیگه همین راجعه این که یهو برگشت کامبک زدی تو رپ
ببین خیلی از بچه ها هستن، من تو مصاحبات با دیوی، من یه شارات دارم به دیوی، یه اولی مصاحبه پولی اونجا من. تو مصاحبه برگشتی گفتی که خیلی پول نداره این بازی وسط رپ و اینا. خب خیلی از بچه ها هستن الان مثلا استعداد دارن، خیلی انگیزه دارن، یعنی خیلی شوق دارن به خاطر اینکه معروف شن و پولدار شن از رپ. میخوام تو انگیزه چی بودن که برگشت یه کامبک زدی؟ اتفاقا من خودم به شخصه پول نداشتم نمیخوندم. من چون میگم چون رپ آمریکا گوش میکردم دوست داشتم مثلا رپر پولدار باشه. همیشه تو مخم این بوده که یه رپر، آره یه رپر، حتی چون من میخواستم از خیابون بخونم، میخواستم از اشغال بخونم، حتی باید چهار تا کاری که میگی و کرده باشی. هیچ سال دیل کشید اون کارا یاری قوی کنی بود. بعد واسه همین مثلا ترجیح دادم، خب خیلی مشکل داشتم تو زندگی. آره مثلا میخوندم یارو بودم علی بیغمو نگاه، همه کارت مثلا تموم شده بری بخونی الان، من مثلا نیستم اینو حقیقتا. ولی خب نمیگم بده اونی که مثلا الان پول مثلا وضع مالی زیاد خوب نیست، نمیگم نخونه بخونه، شاید اون تایمی که من بودم مثلا الان بیزینسش قوی نبود. آره اون موقع اصلا اینو. الان آره اونی که مثلا پول نداره، همه انرژی روش سر این قضیه، آره به پول میرسه. آره. ولی من شاید از اون دوره مثلا چیز میکردم، شاید اون موقع خبری توش نبود. آره. اون موقع چیزی نبود، موزیکو میداد یا یاشار میذاشت تو سایت. آره راست میگی. یا شهروز میذاشت. کسی دیگه ای نبود که. آره یه رسانه یه دونه بود، دو تا بود، اینجوری بود وضعیت. حاجی مثلا یه من وایس از این سوال رد نشیم، اینکه یه هوش کی هولت داد سمت موزیک دوباره بعد؟ آخه میبینی 6 7 سال من خودم مثلا یه کاریو خیلی عاشقانه مثلا دنبال میکنم، رقص اونم، اون اصلا توش پول نداره. خب داشتیم دیگه رفیقامو، مثلا خودمون یه ساید 7 8 10 نفره بودیم، مثلا میدیدیم خیلی هم دوره های خودمون پیشرفت کردن، جواب گرفتن، انگیزه میشد واسه دیدن اینا. همین خواستم اینو بگم که چیز یه سری اصلا میگن که مثلا ما هم با همون نمیخوان رپر بشیم چیکار کنیم مثلا فلان چیزا، جایی بستشون رپر شدن، یعنی توی یه وضعی مثلا با همانا میگم بهشون که رپر نشن، بهترین نصیحت ممکن رو دارم میکنم بهشون. یارو دیده دروبرش 60 تا بچه به امید رپر شدن زندگیشون رو، بهترین سالهای زندگیشون رو ریختن دور، هیچ کمی نشدن. بعد به پسرش هم میاد میگه رپر نشد، دوست ندارم رپر شی. یه مقدار این چی میگن؟ توصیه منطقی بیش از حد رومانتیک کردن ملت پیه هنرشون رفتن. میگه چی میگم؟ کلن این مشکل هست. ببین یه جمله، یه سری جمله ها هست که ازش برداشت غلط میشه. اون جمله چیه؟ برو کاری که دوست داری رو بکن. بابا من همین الان دارم کتاب میخوام راجع به این که مصیبت های شاغل، مثلا شغل کیری آجی، کار گلن کیری، هر چقدر میخواد به پول بده کار کیریه. این که به چی میگم، به چشم مثلا من با رقصم مدت پول در میوردم، اون موقع شوقم به رقصم خیلی کم شده بود. کلن هر چی که تبدیل شه به شغل، آره یه خورده اون عشقش میخوابه، یه حال نداری اون کار انجام بدی. کلا این که میگن کاری که دوست داری رو بکن، یه چی میگن، یه فانتزی، آره یه فانتزی، کاری که دوست داری رو میکنی، یه ما اون کار دوست داری بعد خسته میشی. پویا تو بچت بخواد رپر شه اوکی یا نه؟ آفرین سوال. بچه من هر کاری که بخواد بکنه میکنه. چی بهش میگی؟ هیچی. مگه به من کسی تونه چیز بگه؟ شاخوازی دیدم. آخه به بعد بچت به تو هیچ چیز. تو با هر کی اصلا، بچه نه مثلا، دوست دختر، زن، مثلا هر کی مثلا بخوای زیاد گیر بدی، اون همون مدار خوش خودکار خارج میشه دیگه. آره ولی خب در اصل شیطان از این میکنه. نه گیر دادن با نصیحت، تو یه مسیری رفتی میخوای خب بهش میگی دیگه، خوب و بد واسش میذاری جلوش، ولی خب دیگه اون انتخابه با خودش، دوست داشته باشی اینو انتخاب بکنه. من خیلی دیده خوب. آره چیز تو آمریکا زندگی کن، فرقی هم نداره دختر، من داشتم پسی بزنیم بچا، من خودم اینجوریه. خب پس آره حالا بحث این شد، یه بحثی هست اتا فیوچر میذاشیم گفت، تو هم تو که چی میگن اصلی ترین رپرزنت کننده خیابونی تو رو فارسی، و خیابونو از لفظای خیابونو خاطرهایی که تو خیابون بودی میخونی آدم باورش میشه. این حال که ایرانی صد جد غریبه اونو چجوری یادته باشه جد غریبی عرض کنم باشه پول در آوردم
ببخشید خواهش می‌کنم. پول در آورد از هیچی پول در آورد باز دمش از یه فتوشاپ پول در آورد آره دم سوراخ پیدا کرد یه سوراخ ناش اصلا آره. معلوم این در مخفیاست تو بازی‌ها آره آره یه پشت سوراخ وایساده بود که اصلا هیچ فکری که وجود داشته باشه و پول کشید ازش بیرون معروف ملت پول پای هیچی نمیدن این پولا اینو می‌خواستم بگم تو خیابون بودن و اینجور چیزا رو آخه یه سری ها هستن خیلی عشق خیابون یک حس... مثلا خیابونی نیستن اصلا نمیدونن چه خبره بعد خیلی عشق اینو دارن که بگن ما خیابونیم و فلان و بیسار من صحبتی که با این آدم دارم مثلا امروز فیوچر داشت میگم من مجبور بودم تو خیابون کار کنم دهنم گایدش پول در بیارم عمرم بذارم بچه هم بره تو خیابون این بحثی که میگیم چیز رومانتیک سازی شده بود. من میگم خیابونم اینجوری شده آره من فکر می‌کنم خبریه ارزش گذاری اضافه آره. بهش انجام شده تو پارک هیچ وقت اونقدر خوش نمیگذشت با من خوابیده دیگه تو پارک خوابیده چه خوشی میگذره همش استرس آره نظری نداری راجع به این موضوع تو پارک بودی چجوری بودی فازه پارک بودم آره خوش میگذشت کدوم پارک دیگه دوره خودشو داشته دیگه اون دوره چی میگن دوره پارک تهران که ملت تو پارک باتوق میکردن خیلی اینو هنوز وجود داره این وجود داره من فکر کنم فرنگ عوض شده ملت تو خونه بیشتر باتوق میکنن آخه پول میخواد خونه داشت ما تو پارک بودیم گفتیم کاش خونه داشت اون موقع گیر و گور اصلا کلا کمتر بود یه ذره کمتر بود گیر میدادن نه که ندن ولی کمتر بود از الان واقعا آره دیگه الان یه استوری میام بالا سرت آها استوری من یه پاتوق اون موقع که استوری کردن اینا خاطوق دیگه پاتوق بود یارو میومد میگرفتت در میاد ولی الان دیگه در میری میان دوباره یه جا دیگه میاد کدوم دوره بیشتر از همه خوش میگذشت بود کدوم دوره زندگی به نظرم تا الان همش انگار تجربه بود فعلا خوش گذرونی نرسیده بودم تا الان خرمالی داشتیم کردیم انگار داره یه چیزی بوده پشت داره میدم یه جلو دیگه تا برسه به یه جا هم نرسیدی به جاش نمیشه گفت نرسیدی بهش ولی خب انو اونجوری که باید وضع هممون خوب نشده استرس داشت چجوری مدیریت میکنه استرس داشت چیکار میکنه قرص میخورم نه جدی نه استرس هم با چاقلری رفت میکنم با فوش با دعوا بالاخره یه جوری خودم خالی میکنم همین تو یه آدمی هستی که تو لایو و استوری و اینا خیلی همین جوری بریم فضای رو فارسی یه جوری که یه چیزی بگی مخالف نظر بقیه خوشم میکشن به تو کامنت و فلان آره. تو هم مخصوصا خیلی حرفای چیزی میزنی خیلی روک حرف میزنی خیلی سمتت تهانه هیت میاد اونو چجوری کنترل هندل میکنی من 4 تا کامنت بعد میذارم قبلا مثلا درگیر میشدم مثلا بچه‌ها میرفتن پیگیر میشدن مثلا میگفتن یارو کی بریم خارجش بریم این فیلم دیگه مثلا الان مثلا خوردیم به 3-4 نفر دیدیم یکیش مثلا 15 سالشه یکیش نمیدونم دختر بوده اصلا جای پسر کامنت داشته گفتیم بابا اصلا بشاش تو این دنیای مجازی بره کلا این هیتا رو بگی رو کیره واسه همین دیگه اصلا جواب نمیدی خودکار بعد یه تایم من یه بار یه پسر شماره هم حق شد ادمین رسانه بعد پیگیری شدم عکس صاحب اون رسانه رو دیدم همینجوری بود یه آدم موجه 16 ساله بود بعد گفتم من چیکار کنم پخش بودش من میرم ختم عوضی کنم پخشم اغده نشه بزد خب چه خبر دیگه ملت فازشو میگیرن چیکار میکنه فازشی هرچی گازشو میگیرن فاز گرفتن خیلی کسته مثلا یه بحث کیری که تو رفاسی وجود داره از اوقا فازشو گرفتنه فاز چی؟ نمیدونم کلن آدم من یکی از صفاتی که تو آدم هست که باعث میشه از اون آدم بدن بیاد این که فاز هر فازشو بگیره مثلا یه آره. تازه مثلا میشناسه مثلا سیگار تازه بهش معرفی میشه عشق سیگار میشه و بلن برو بریم دکتر این سلبریتی ایران گروه ادروید در خدمت جدید خب سلبریتی بودن چه سلبریتی بریا جان خیلی کیری و تخمی است این کار این که مجبوری مثل سلبریتی رفتار کنی دیدی کیریه معروف بودن آره معروف بودن چه سلبریتی خیلی کیری آجی اصلا نمیتونم تو خیام رو برم جدی هر جا میرم از هم عکس و امضا چکس رو امضا حال میده نه بابا چه معروفیتی چه کشکی چه پشمی داداش گرفتی ما رو معروف چیه من عادل فردوسی پورم داری همونقدر معروف میشه خب ببین یکی این که من اصلا کلن تو اجتماع نمیام چرا؟ باسه اینکه 6 سال به اندازه کافی تو خیابون بودم دیگه خیابون جدی دارم میام انقدر دیگه
خیابون بودم، اولا که اصلا تهرانم دیگه اصلا نیستم باش، واسه اینکه بچه تهرانم خودم، اصلا زادگاهی تهرانم، ولی صادراتی اصلا تموم شد تهران دیگه، مثلا انگار پیر شدم، شاید باورتون نشه. میدونم چی اصلا کارهایی که قبلا میکردم دیگه نمیتونم بکنم. آجی تاثیر درسته این همه میگه قبلا الان خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره بدن. الان اصلا مخم، شما شاید باورتون نشه، من اصلا شاید خودم موزیک دارم میخونم ولی اصلا مخم زیاد موزیک گوش کردن رو نمیکشه جدیدن. قدیم خیلی موندی توش؟ چرا موندی توش؟ من همون انگیزه رو پرسیدم واسه این میگم خیلی دوست دارم داشته باشی احتمالاً. نمیدونم اینگاه یه کرمیه، بعد با یه سری ها مثلا هی میره جلو کانال که میزنی جذابتر میشه. آفرین. میام بکشم یه بیت هم دارم میگم، میام بکشم بیرون بازی میبینم جذاب میشه. این بیت های لیریکال از بوده مصور بیده شو میدوشتینه. چیز چیا گوش میدی رپ انگلیسی زبان؟ انگلیسی زبان گوش میکنیم، یه این بکس دعیده رو گوش میکنیم، آقا بستنی این نانس پلی میکنه، آقا بستنی این نانس پلی میکنه، 42 دایو نمیدونم از خرف فرانکی رو هم میان فوریز بوداگی. من فورتو من کتوله گنده. آره فورتو میذارم چون ورزشکارا دارم. میگم من زیاد اونجوری موزیک گوش نمیدم، مثلا اشکام میخوره به پستم، مغزمو میگاه تو ماشینشو. چی کار میکنی تو روزا؟ تو روز بیشتر درگیرم حاجی، من 40-50 تا سگ دارم فقط، مثلا یه موقعی درگیر اونام فقط. 40-50 چی کار میکنی؟ شو پانسیون زدی؟ نه دوستشون دارم دیگه، هم دارم. چه جوریشون میرسی؟ دو تا از رفیقام کمکم میکنن. پشمون کجا؟ خارج تهران. خارج تهران. قبلا تهران بودیم ولی اذیت شد. گربه هم دارم. اسکاتیش. گربه سگ. سگ بیشتر دوست داری گربه؟ سگ خودم بیشتر دوست دارم. کلا اصلا سگ بازم. زندگی تو سفر چجوری؟ کفترم دارم و 200. کفترم داری 200؟ چی کار میکنیشو؟ اونا رو دیگه دایم عبا میکنه. وی پی اونه قد شده با کفتر. پولدار میشه یه پول یه سر کفتر داشته. نه اصلا بیزینس هم نیست، عشقه. بیزینس هست هنوز کفتر؟ آره کفتر بازی که. اون جاده چهار دنیا هست چیه؟ الان بیزینسه؟ آره واقعا؟ یه دو میلیون یه پای کفتر میده، 100 میلیون پای کفتر میده. سر چی قیمتش بالا پایین میشه؟ عشق دیگه نمیدونم دیگه. اون کفتر قیمتش برای چی؟ آره کفتر با دلار حکا میره بالا. کفتر خوب چیه؟ پر به پا میدونم خیلی خوبه. نمیدونم دیگه، دهنجور باید باشه میگم. خب عرض کنم به حضور شما که بچه بودی فهمیدی چی کارشی؟ خب همه فکر میکنم پلیس میشن یا دکتر میشن، ولی خب من توی منطقه بزرگ شدم که اصلا این فکر رو نمیکرد. بچه بودم من دوست داشتم فوتبالیست شم. نمی کجا بزرگ شدی؟ منطقه 15 تهران. کجا میشه؟ چیان شهر. کجا میشه؟ همون جایی که آدرس دادی. آره یا آدرس داد توی یک شهر سر همتی. سیامک سر همتی. پایین شهره. من تهران اونجوری الان نیست، جنوب شهر. چطوری بود اونجا؟ منطقه محیط که خیلی کثیف و آلوده بود. محلش دوست داری؟ محل که خب اون که آره دارم میشه مثلاش، ولی مهم نیست واسم. مهم تو کسی رو محلش عرق نداشته باشه یه جوری نگاش نمیکنی؟ نه اتفاقا اونی که خیلی تعصب محلش رو بکشه بدم میاد ازش. آره من اینجوری، من واسه می توی محله بودم تعصب به نظرم باید آدم سر یه چیز واقعی بکشه، یه ارزش داشته باشه. آره محل و پهل این کسشه رو به نظرم محل و شهر و اینا دستتو نیست، صرفا یه حسی. آره یه حسی زن چی میگه مثل تعلق. آره میمونه روت. من بعدم یه ما حیوانیم، انسان ها حیوان میگن حیوانی دیگه میره میشه چه فلان جا دوستش داره اونجا رو. پت مورد علاقه چیه الان؟ پت سگ دیگه. کدوم یکیشو دوست داری؟ همه رو دوست دارم. همه رو دوست داری؟ آره. نجات نجات چه آره. همه چی دارم. چاو چاو دارم، پاک دارم، فرنچ بولگ دارم. پاکی داری؟ پاک. همه چی دارم. نمی نگهشون میداری؟ آره. هدف چیه؟ هدف آزادیه. درآمد نداره؟ نه.
خرج داره. همون خرجش رو دمیگه، اگه درآمد نداره خرجش چیز عجیب غریبی باید داره. من میگم وکیرم زندگی میکنه. آره. یه کاری رو یهو حال میکنه تا ناموس بوده توش. وکیرم اگه وکیرم باشه که چجوری میتونه خرجش رو بده؟ برنامه داری ولی خب یهو ازدیو حال میکنی. من استرس این 15 تا کاری که همین الان گفتی اونو میتر کنه. نه حالا 15 تا هم که نیست، ولی خب منظورم 10 15 تا سی. همون سگا خودش 100 تا کاره. همون میگم یه همون سگی زندگیه. ولی خب میگم بچه‌ها کمکم میکنن، تنها نیستم. چی زاجی؟ یه سوال راجع به لیریکس دارم. آره دوست دارم. باورم نمیشه آجی. خیلی این همه سگ خیلی. نه اصلا مسئولیت واقعا کل روزتو میگیره، نمیفهمم چی. خیلی هم جنگ و جدال کردم. نه خودم پاشون نیستم بیشتر. اصلا پاشون نیستم. چرا پاشون هستم؟ منظور میگم مثلا یه تو ماه میبینی یه هفته درگیرشونم. در روز یهو میبینی درگیرشون. درگیر درست کردم از خودت چه جوری؟ اوکی خیلی درگیر واسه خودت درست نمیکنی؟ سعی میکنم نه. آدم مسئولیت پذیریه. سعی میکنم. غیر بیزنسی کارو دلی اینجوری کردن خیلی هم حوصله میخواد، هم آره جوونی میخواد. زیر 23 سال این کارو کردم. خب اعصابم که خیلی خوب میشه. رد میدی یه خوب. آره همون. ولی خب دیگه چجوری هندل میکنی جوزو رد دیو ژنتیکا چیزایی که فکر میاد. آره من دست زندگی. واقعا سوال دارم استراحت میکنم. شخصی دارم میگم من سر این مشکل دارم، سر میرم استراحت میکنم. استراحت کنی یعنی عصبی میشی؟ استراحت میکنم که عصبی میشم به کنار سر اینکه حس میکنم کارم استاد نمیکنم بهش جدا از اون چیز استرس هر نمیتونم کنسل. ببین خب یه موقعی هست آدم یه کاری یه کار بزرگو میکنه هره. ازش جواب میگیری میره استراحت میکنه با حال میده موال میداره. ولی یکی اینکه مثلا آلاخون والاخون میری استراحت میکنی آره اون حال نمیده. خیلی شبیه چیزه باید جایزه بدی به خود. خب اون موقع وقت استراحت نیستیه. سه سالی او استراحت نباید بکنه. تو ایران همینه داداش، تو ایران سه سال باید استراحت. تو ایران به این آدم ها کلا محکوم هم به کار کردن. تو فقط باید کار کنی حالا هر کاری که میکنی. یارو وقتی مثلا پول زیادم در بیاره به یه درجه میرسه که زندگیش که بزرگ میشه باید کار بیشتر بکنه پول بیشتر در بیاره که اون زندگی بشه. این مردم مثلا اینکه اکثرا بچه پولدار دیدن اینو نمیفهمن. آره کسی که یعنی هر منبع درآمد یه سال دو سال بگاهی حداقل. من الان خودم راحت یک سوم درآمدمو میذارم پای حیونا راحت. خیلی عجیبه مثلا این رفتار خیلی عجیبه. این مثلا ردیوازیه، ردیوازی مثبتی ولی واقعا خیلی هم حرف میشنم هم سرش ولی خب میکنم حرف وسی خیلی خب مثلا یکی ببین تو من حیوان بازم خب یکی میبینی مثلا حیوان باز نیست میگه خب کس خود اینا به خرج میکنی مثلا واسه این حیوان واسه خودت بکن. نه من رفیقم ولی مثلا واقعا مثلا چی مثلا تو بودی یه رفیق صمیمی بود که میتونستم باهاش صحبت کنم میگفتن شو داری میکنی تو این مرحله در وقت این موقع شبیه فداکاریه دیگه. آره این خودش آخه ببین من این قضیه واسه امسال پارسال نیست، من این قضیه رو 10 ساله دارم خودم آره میبرم جلو، 7 8 ساله دارم میبرم جلو. چی شد که اهمیت میده که ارزش میکنه؟ دوست داشتم دیگه. خب من خودم بچه که بودم سگ خیلی دوست داشتم، مامانم نمیذاشت ببرم خونه دیگه. بعد دیگه انقدر دوست داشتم نمیوردم به یه جایی رسیدم که خودم هزار تا سگ بعد اینجوری هم نیستم از سگی بیرونم آوردم مثلا خریدیشون جمعشون کردی؟ نه خریدم خیلیشون خریدم از مثلا تو خیابونم طوله بودن زیر برف و بارون آوردم ریلاشون انداختم خونه یه شدن دیگه. حاجی چیز یه یه بیت شعر داری چون میگی که کس این کجا حالا کس اون کجا چون پرسید اینو بیشتر باز کن کامل نکن ببین کس این کجا کس اون کجا اول کس اینو کس اون تعریف کن به منظور تو ترک منظور اینه که منظور این آقایی که ورود زده کسی که این آورده کجا کسی که این چلکس آورده کجا آها منظور اینه کس این کجا کس تو از بیرون داری نگاه میکنی مثلا یه نفری هست آره دیگه یعنی مثلا این چه با کسی چه با کس خفنی اومده این چه با کس پلش جو آره منظور اینه زیباست. مهمترین چیز توی رفیقات چیه؟ مهمترین صفتی که دو رفیقات رفیق صمیمی و دوست داشته باشن چیز نباشن، آدم فروش نباشن، وفادار باشن، اسنیچ نباشه. اسنیچ بودن چی میگی؟ چی تعریف میکنه؟ میشه یه جور خارکسته بازی تیر دیگه زدوان با که دشمنی زدوان با مارموز بازیه دیگه قضیه. چند بار زده سرت در اومده؟ تا دلت بخواد کیری است. آره کیری بازی در آوردن چجوریه؟
چی دیگه یارو کریش در میاری اینجوری میندازی رو میز بازی یا حالا بردا بازی کن چی میگفتی ها استرس رو چی میگفت نه گفتی استرس رو چیکار میکنی استرس هم یه بار گفتم مثلا یه سری استرس هم مثلا با علف حل میکنم دود میگیرم مشروب میخورم استراحت میکنم گوشی مو خاموش میکنم خوش استرس رو خاموش ترجیح میدم مثلا یه دو روز اینستاگرام نرم نه خوش هستم آروم میکنه آدم به نظر چیز تو مخی چه؟ تو مخی مهمترین چیز زیاد داری ساد نسخی خیلی تو مخیه وقتی نسخ میشه آدم تو مخی زیاد داره نه تو مخی که باید میمونه تو مخیم حالا بقیه هستی مثلا الان مثلا شرایط جوریه که مثلا همه انگالشون بده نیه چی میگم این میشه خودش تو مخی آره. مثلا شاید تو اوکی خیلی کار رو انجام بدی ولی میبینی مثلا یکی دیگه نمیتونه انجام بده سر اینکه نمی کنی میشه خودش تو مخی تو مخی همه چی میشه باشه به نظرم اینی که میگی خیلی تو مخی هاشی تو هر چقدر حالت خوب باشه مثلا میای تو این جمع سه نفر حالشون کیلیه تو حالت کیلی میشه دیگه آره دیگه دقیقا الان اینجوریه که همه حالشون انرژی منفی دیگه هیت‌ترین موزیکت کوشش ششم بود به نظر خودت فکر کنم مثلا به نظر مردم ولی به نظر خودم نه به نظر خود چیه ترکتو بیشتر دوست من خودم من هم دوست دارم مثلا کوشش ششم دوست دارم ولی خب هنوز خودم احساس میکنم اون چیزی که باید نیومده بیرون آره تو اینایی که اومده چی؟ من بگم من دومینو از همه بیشتر من هم نظرم دومین بهتره دومینم خودم دوست دارم ولی نانسو خودم مثلا دوست دارم نانس قفن اشکان سوپر استار دومین بوده آره ویدیو رو کی بسته اونو؟ اونو فیلم برداریش به خودمون بوده آره اون چیز اسکناس نه آره اسکناس فول میپاسی اسمش اینو چی اصلا اون از کجا کشگانی یه همین چیز بود اونو فکر کنم 6 7 سال پیش از 7 خریدم نه با 7 اما مشتوا گرفتم 7 تو هم میشستی آره. خوبه کارش خوب بود الان نمیدونم چیز موزیکی که مثلا میسازی و کس خریمی آن دی بیت یهو مثلا میفهمی موزیک قراره هیچه مثلا موزیک میبندی کس خریدن حالت من موزیک میمندم تو شب باورت نشه من میدونم میشناسم مثلا آلبومی که با امین بستم امینم بپرسی بهت میگه واقعا کس خریدن آلبوم زندگیم بود بسته دو تا ترک خفن داره یکی خیابونه من خیلی دوست دارم تو اون آلبوم من گوگوشم گوگوش لالایی اسمش چی بود گوگوش بود اسمش گوگوش آره جمع شد چهارم خیلی بارد رسی من خودم کنی که اینجوری پیش بریم خوبه نکنه چیز بدی میگی نکنه خوبه همه جالیه کی به دوست داری آجی من نمیدونم هر کی با هم حال کنه منم باش حال میکنم حقیقت آه یعنی میذاری اونا مثلا اول نه انرژی رو از اونا بگیری تو به هیچ کی میگی بیا فیت بدیم تالا شده بگی به کسی نه که مستقیم بگی و مثلا فالوش کنی لایک کنی شروع کنی یا تا گرفتن واسه هم کاری نه جدی نه خیلی باحاله چی فکر می‌کنی راجع به این حرکت چی مثلا بریم مثلا به چی هستی که داشتن خیلی حال می‌کنم میشه فیت بریم من مثلا خودم با مثلا تا حالا نشده برم بگم ولی مثلا با یه حرکت خشایار حال کردم خودش اومد مثلا تو دایرکتم انرژی قوی بهم داد خودم حال کردم خیلی خفنه آره شاید مثلا قبلا هم خوب مثلا ما زمان انفجار بچه ها چند بار مثلا تیکه ای میکه ای اینا کیوان رو مینداختین و به تیک تاک و اینا ولی کلا حال کردم خشار خیلی ازم انرژی قوی رسون هم خودش هم ایلیا هم سولی خشار اصلا بهش نمیخوره من رو بخوشم یعنی مثلا خیلی آدم من توقع نداشتم مثلا بیاد بهم انرژی خوبی بده شاید خودم به شخصه به کسی ندم آره. زیرم باشه ولی اومد به هم انرژی داد همین من میگم بهش نمیخوره منظورم اینه که مثلا چون یارو تو فاز خودشه ترکای مودی تر میری فاز پدر خیلی نداره ولی یه هوی انرژی هایی میاد به سر آدمی که دوست داره میگه خیلی خفنه بعد عرض کنم به حضورت که بزرگترین دستاوردت چی بوده انقلاب اسلامی من چه دستاورد خدایی چه سوالیه دستاورد یه
مثلا من خونه بخرم میشه بزرگترین دستاورد. ببین من تا الان به هر چیزی که میخواستم یه جورایی رسیدم، دستاورد خاصی ندارم، فقط دوست دارم همین چیزی که هست به حفظ باشه. حتی انتظار بیشتر شدن نه، یه چیزی وجود داشته باشه، آرامش بیشتر، همه چی ترجیح میدم همین وضعیت به اونو بگاری راضی که میگم که بهت گفتم مثلا من راضی باشم تو ناراضی باشی باز من انگار ناراضی هم، فهمی چی میگم؟ راضی دیگه داره میره جلو دیگه. دیگه تفریح چیکار میکنی؟ تفریح سالم پنیره باور نداری، تفریح سالم همینه. ساتراب چی شد؟ کدوم ساتراب؟ دوتا داشتیم، هاشمی بود، دوتا ساتراب نابغا. خب دیگه دوتا ساتراب داشتیم، دوتا ساتراب داشتیم. آره بله دوتا ساتراب داشتیم، یکی ساترابه که با همین رضا پیشرو اینا میخون فکر کنم، یه ساتراب دیگه هم داشتیم هاشمی بود فکر کنم. هاشمی یکی بود یه بسر یه ذره توپولتر بود، نمیدونم فامیلیش بود فکر کنم، نمیدونم چی محلش این بود. هاشمی بود نابغا رو چطوری بود اون موقع؟ دیگه اون موقع اونا بودن دیگه. من کاری که الان تو داری میکنی تقریبا نابغه اون موقع داشت میکرد، ولی با یه فاز متفاوت. نه 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 اون موقع مثلا ما مثلا دوره میتینگ ها مثلا آخرای اوایل میتینگ رفتن ما، آخرای میتینگ رفتن مثلا گروه نابغه بود دیگه فکر. ما تازه افتاده بودیم تو میتینگ رفتن، اونا دیگه مثلا دیگه میخواستن 4-5 میتینگ آخرشون رو میومدن دیگه فید میشدن. مثلا اون موقع مثلا ما میخوندیم تو میتینگ ها چیزهایی که ما میگفتیم اونا یهو میریدن اصلا، گفتن اینا دیگه چی میگن. آها شما دیگه خیلی هاردکور تر. آره اینا خودشون اون موقع مثلا پشماشون میریخ. ولی من یه تئوری دارم داشتم بهش فکر کردم راجبش حرف بزنیم، این که دانایی تو باعث میشه مثلا راجب یه موضوعی میدونی، راجب مثلا همین راجب شعر نوشتن اطلاعاتت زیاده، میدونی که قافیه چجوری باید بشه، وزن چجوری باید بشه، بعد اگر حواست نباشه دستتو میبنده. خب اینو مثلا تو ریاکشن ویدیو در تو خیلی گیر دادی به قافیه‌ای من. نه همینو میخوام بگم، سیکی میترین قافیه باز تاریخ ایران هم. میخوام بگم که مثلا میگم رضا پی بری به رضا پیشرو بگی یک بیت یا ادروتی یا نمیدونم، حالا مثلا یک بری به رضا پیشرو بگی مثلا فلان بیتو چیز دو تا بیت که وزنش موزیک نمایل بیشتر از 2 دقیقه شه برام یاد از اینا که میگن کسشه، مثلا بری به کسی که میدونه همون موزیک هم بالای 2 دقیقه است. نه دیگه فیش 2ه 2 دقیقه 3 ثانیه تو یوتیوب دیدی؟ نه دیگه اون رو باسه ویدیوه. آها موزیک ساند بوره ببین فیش 2ه. یه ترک دیگه داریم موزیک ویدیو نه باید بیشتر از 2 دقیقه بودیم. نه اون مثلا چون دیدی مثلا اوائل اول ویدیو آره به خاطر اون یه 4-5 ثانیه اضافه شده. آره بذار نظریام بگم فیکس رو 2ه نظریام. بعد اجرای کاری که میکنه اون مثلا دانایی رو داره میشکونتش، میچی میگم مثال بزنم مثال سوبرانش میشه شعر نیما. خب مثلا میدونست همه چی رو، یهو گفت حواس کرد ساختار رو وزنش یهو یه بیت انقدر یه بیت آدرویت یک از کسی که بهتر به بهترین شکل داره این کارو میکنه. آدرویت نظر شده نیمایی چی؟ نیمایی چی؟ ولی حالا حقیقت جدی دارم میگم، خودم هنوز اون چیزی که خودم میخوام تو رپ فارسی رو بهش نرسیدم. چی میخوای؟ ایدئال چیه؟ آدرویت ایدئال خفن ترین حالت ممکنه شروع فارسی چی بود؟ هیچی هست. ببین من به نظر خودم تا موقعی که ایرانم احساس کنم دست و پام کلا بسته است. نمیتونم اون چیزی که تو ذهنم رو بریزم بیرون. چرا نمیری؟ خارجم که نمیخوای بری، دوست داری ایرانو. نمیشه دیگه فعلا شرایطش نیست. میگم شاید در آینده بشه. هیچی معلوم نیست. ولی فعلا میگم مثلا سعی میکنم رو ویدیو کمتر تمرکز کنم. ویدیو خیلی مهمه، مخصوصا کسی مثل تو که کار مهمه. جدیده اینجوری ساند خب جدید ببین تو وقتی سازی. مثلا اون صدایی که داری از من میشنوی و تو ذهنت میاری یا باید تگزاس بیاد جلو چشم یا باید میامی آره، یا ترپ هاست بیاد جلو چشم. من مثلا هر کدوم اونا رو بیارم الان تو کار صبح شب برم تو کار صبح شب برم لاکار آره آفرین دقیقا من برم لاکار خیلی ولی همین یه ذره سانسور بکنی دیگه اونم خراب میکنه کارو. مثلا من میگم کس این کجا کس اون کجا،
اونور اشکان رو نشون میدم، اونور جاوید رو نشون میدم. خیلی خیته جاوید نه منظورم میام جایی که دو تا کس نشون بدی. جاوید یه روز نیست پیداش کردی اینجا شروع کردی اینجا کجا جاوید بنده خدا داره ندیدی یعنی رو کنه میفهمی گفتم کجا. نه میگم تو ویدیو آره دارم پسر نشون میدم. من اوکی بودم و بچه ها نوکی بودم دیگه. خب نه نمیشه مثلا فیتان با امین میتونی با شال یکی رو بیاری دوتا دختر. ببین حالا خودم بعدن یه ترک دارم اونو یه حال مشتی میدم. آره دیگه هرچی شد شد دیگه. این کجا اون کجا طوریه این که ترپتوری به ما میرسه آقا. کدومش میخواد برسه؟ هر طوری که تو فکر کنی به ما میرسه. چون یارو پا میشه میره مثلا ترکیه چهار تا شولکس و قنبل میده تو دوربین و ویو رو میزنه تو گوشش. ولی خب میگم به ما میرسه خدایی. ولی دستمون بسته است فرشاد دستمون واسه حاجی. یکی مثلا خانواده بعد مثلا فرشون بچه دار شدی موزیک تو بشنوه چیکار میکنی؟ حاجی من سر این قضیه هم که مشکل دارم تو فک و فامیل. جدی؟ آره صدا اومده؟ صدا که خب بالاخره بچهای فک و فامیل پسر خاله نمیدونم. آ کوچیک‌تر داری؟ کوچیک‌تر از آره خودم مثلا دهه 80. آ تو نوه بزرگ. آره. نوه بزرگ بودن بعد میان تو پیجم میبینن دیگه مثلا. نگران خودم. آره الگوها میگیرن یه سنشون پایین. عجب پویا آدم خوبی نیست. کاری پویا ببینین نکنید. ولی کلا در کل چیرته بابا؟ کیرته دیگه ما هم اینجوریم دیگه چیکارش میشه کرد؟ چیکارش میشه کرد؟ نگم اینجوری بودن خب مسیر بده. خب ولی اینجوری بودن تهش لزوما بد نیست. ببین به قولی گفتنی هر کی باید بره دنبال یه چیزی دیگه. شاید مثلا شما منم تو این کار جواب گرفت. حالا تو هر حالتی باشه هر کی بیاد بگه این کار فول بده تو دیگه اصلا باید دایورتش کنی. چون جوابتو گرفتی. این چی میگم مردم نمیفهمن. مردم حاجی مردم چجوری بگم مردم عادت دارن به این که مثلا ارزش پول رو نمیدونن. آها اون سمتی سمتی آره مثلا ما اصلا شأن پول رو نمیدونم. مقصر نیستن داداش مردم رو اینجوری کردن. بعد رفته تو ذهنشون دقیقا آره اینجوری کردن. فرهنگ سنت فلان بیزار باورها مملکت ما هم فکر کنیم واقعا مثلا جدی تو مخ مردم که هر عملی در راستای پول در آوردن میشه عمل غیر مقدس و چون سطحی و کسشی ما پول خیلی مهمه. رفتر مورد علاقه فارسیت که رپر مورد علاقه است. من با هر کی که به اون چیزی که خواسته و من اوکی هم جدی دارم میگم. آخه رپر مورد علاقه مثلا من با سروش حال میکنم. هیپاپولوژیست. هیپاپولوژیست آره حال میکنم. با هیچ کس حال میکنم. هیچ کس مثلا حال میکنم. سروش رو حال میکنم. همه اکثر اینایی که مثلا خودم فالو دارن رفیقام حال میکنم که مثلا تیکار رو دوست داری داریوش؟ نه داریوش رو دوست دارم. چرا؟ داریوش جدیده کاراش رو دوست دارم. کاراش رو دوست دارم. شخصیتی من کاری ندارم ولی کاراش رو دوست دارم. یکی با تیکار حال میده یکی با خلصه بشنم. آره من آدرس با خلصه خیلی دوست دارم بشنم. آره اصلا زندگی میکنی با چی؟ نداری کار باش؟ نه برنامه ای نداری؟ نه چرا؟ نیستمش چرا خب؟ نیستم یا با حال نمی کنم با گل بیایم آقا میگم دیگه موزیکی نیستم. ها موزیکی نیستی با رضا پیشرو داستان داشتی قدیم ها؟ قدیم آره با رضا پیشرو با رضا نه با داداشاش چی داستانی؟ داستان که کس شعر دیگه همین موزیکی دیگه با. داستان که تو مصاحبهش گفت اون گرده به نظر من علکی اومده بود. فرسید چی؟ علی او سینا سینا آرکس مورد علاقه من درست کنم بوده ای؟ درست ستاره ستاره رپ فارسی و انگلیسی خیلی عجیب پاپستار آجی واقعا سیناب چیزه میگه هر کسی نما رپر شده خب روزی
فیکس 10,000 تا فالوور اضافه میشه بهش، یعنی فیکس اصلا یه سال آره میزنه یه نفر بالا پایینه 10,000 تا فالوور اینجوری اضافه میشه هر روز. ای بابا الان 400 کی فکان فالوور یه ربات زده که با برنامه چرا در بالکن رو دیگه حل نمیدی راست خراب شده و گفتم میام درست کنم یارو نیومد کیرم کرد دیگه سر نمیدم در بالکن. قدیما آدم پولدار میدی چه حسی داشتی؟ حال میکردم باش حال میکردم خوش نمیدادی نه باشم. اتفاقا بعدم میومد مثلا مثلا رفیق داشتیم گفت کسکش چه ماشین بگم تو هم بگیر آقا چرا فوشش میدی یارو بهش رسیده دیگه داره حال کن تو بچه مایهی که مثلا بابا مامانش پول دار باشه میبینی از طورت خورده میشه مثلا یارو چه گناهی کرده اونم بابا مامانش پول دار از خوبت خورده دیگه مثلا 20 سالش یارو سراتو زیر پاشه دیگه ببین تو هم بدت میاد مثلا داشته باشی زیر بعد پای بچه سراتو بندازی نه من ناراحت میشم که 30 سالمه و بچه نداری یه زمان تحت 40 سالگی شاید بتونم به اونجا برسم باشه نداره ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است مطمئن دیگه من کوچه ما خواهی چه لذت نداره واسه کم کم دارم که خیال بچه میشی بچه پول تو بچه رو چجوری میخوای؟ بچه رو تو بغل یعنی چی چجوری میخوای؟ چند تو بچه دوست داشته باشی بلند مدت دو تا باشه کفایته پسر اختر؟ آره یه پسر یه اختر پسر بزرگتر باشه بکنم بهتر پسر بزرگ داشت بزرگتر آره نه کلا برادر بزرگتر استرس خواهر کوچیکتر کمتر میکنه آره. یکی دیگه هست که هند بتونه آره منطقیه فاصله مثلا 5 سال فکر کنم منطقیه آره اوکی کفایت ادامه نسل چیزه واسه اینکه بتونیم خفن باشیم باید هی بچه دارشن بچه‌هامون باید ما زیاد جاودانه باشیم مثلا خب این دیگه یه چیزی که میره جلو تو بخوای نخوای نه اوکی بچه دار میشی نشی خیلی هم بچه دار نمیشن اونجا خیلی عجیبیست خب اونجا کمتر شده قبل ما یه هم مثلا 7 بچه داشتن بعدی شد یکی دوتا نسل ما باسه این که داشت خرج دیگه خرج داره همش اقتصاده بله 100% اگه همش هم نمیشه 90% همه بچه دار من میگم استرس و استرس و مسئولیت هم باز خب بازم با اقتصاده استرس مسئولیت از دیگه میبری نه دیگه تو با پول تو داداش تو پول داشته باشی همون دیگه تو باید بالا سر بچت بشی نه پرستار ببین همین الان اگه مثلا بگن هر کی بچه دار میشه 200 میلیون بهش میدیم کلا کاندوم از داروخونه ها ازش زدنش از بین میره مشکل فصل بدین 100% اقتصاده یارو میگه خودم موندم بچه میخوام چیکار 200 میشه 5000 دلار بدی نه واقعا مردم پول ندن نون خودشون ندارن بخورن بچه میدونی چه داستانیه دقیقاً پوشک مارک باید بگیری آره. حساسیت نداره بعد رو بچه تو نمیتونی خیلی خرج بچه دیگه آره باید پوشک مثلا فلان بگیری واسه طرف ما چه سیکی بزرگ شدیم دستمال میشن داره کیرخایمون عجیب ترین سنت دنیا کیر اونو میبرن جشن میبرن آره نه نظرون خیلی گفت شد آزار چی میگن بچه آزار شما داشتی؟ همه داره آره آش میدن تا گوشت اضافهش بچه ها میگن که لیریکس ترکات آها یه سوال دیگه هم داشتم بچه ها میگن لیریکس ترکاتو چون یه سری چیز میگی که من خودم الان از پرسیده میشتی نفهمیدم میگن اینجا بذار نمیذاری جایی تکست ترکاتو برنامه ریبوسایش ببین بهت گفتم یه کس خری کار کردن یعنی همین دیگه باید مثلا باید یکی بیاد پشت قضیه رو بگیره که این کارا رو بکنه خودم نمیرسم واسه این سگا رو بذاری کنار میرسی نه راست میگی آخه اونم باید باز بری مثلا به یه نفر بگی اون طرف بکنی گفتنش هم باز کاری نداره نه کاری نداره یه کانال تلگرام میزنی داری فکر کنم نه تو دیسکریپشن ویدیوها اضافه میکنم بذار یه چیزی این لفظ یه سری لفظ هست مثلا چیزش میکنیم اینترنشنال آره مثلا برای خودت میکنیش مثل تراس و اولاقی و فلان فرمولی داری و سرش نه به قرآن لفظ هایی که خودت استفاده خودکار میاد باحاله. اولش به طور خودکار میاد بعد دیدم ازش استقبال میشه ازش استفاده کرد جورای مختلف اضافه میشه آره خیلی اولاقی اصلا بهترین چیزه حالا 3-4 تا دیگه میاد جایی چی؟ میاد دیگه یه دونه از یک رو نمایی کنم یه دونه اونجا بهت گفتم چی بو؟ یادم میره خود خیلی خیلی جالبه راجب این نیست مثلا میگم آه نه آجی من راجب تو راجب امین
با نیما حرف زدم میگفتم دنیا رو انگار یه جور دیگه کلمه، مثلا اینو ردبول یه جور دیگه میبینه انگار. امیرم آدم به تخمه میاد همون کلمه ها رو یه جور دیگه میبینه. من اگه اندازه پوریا میتونستم استرسم رو کنترل کنم، زندگی میتونستم 15 برابر بهتر. نه بابا فکر میکنی، نه با تو فکر میکنی، آخه تو داری فقط از جنبه رپ نگاش میکنی. نه جنبه رپ چه کس، چه زندگی رو دارم میگه اصلا. خب زندگی من را... کسی نمیدونه که من، خب منم استرس های خودمون دارم، ولی خب در کل همین چیزایی که تعریف کردی استرسش رو مختل میکنه زندگی تو، استرس هایی که داری روند زندگی. خب برنامه ریزی تو که 100% عوض میکنه. تو کاغذ میری برنامه ریزی تو؟ یعنی چی؟ برنامه‌ریزی پروژه‌های مختلف تو. نه تو مغزم همه چی نه رفت کوسه خرید. نه زندگیو میگی. اصلا پلن نداری. چی نه؟ مثلا کلا خودکار دستم نمیگیره. مغزته؟ آره. و چه چیز نمیدی؟ چی؟ اشتباه نمی‌کنی تو مسیر؟ نه، سعی میکنم نکنم دیگه. چی تمیز میش وردش مثلا؟ تو حساب کتاب که اصلا تو کونم نمیاد. تو حساب کتاب چه جوری بدون کاغذ میش وردن پیش وردش؟ خب یه سری چیزها رو که دیگه تو نوت گوشی می نویسم. نه از همین که مثلا ننوشی که به اینجا برسم بعد این کار رو کنم، نه شرکت فلان فلان، نه کس خری آن ده بیت سخت اینجوری زندگی کردن. یه سری سوال هست که آها بچه ها یه سری از پرودوسر ها هستن یا آره آرتیست ها میخوان با همکاری کنن، دستت مثلا بازه واسه همکاری با پرودوسر جدید مثلا؟ حاجی بیت بچه ها زیاد میزنن دیگه، اینقدر مثلا میزنن نمیرسی یا اصلا آدم نمیرسی گوش کنه این رو کدوم بخونه. آره با مثلا با همین 4-5 تا بچه های خودمون که مثلا میزنن کار میکنیم دیگه رو همون رو هندل کنی فعلا. من از بایی میلا ها میدونم. آره منم فکر میکنم تو ایوینی تا هم من حشمتیه میبینی بکنم. این که آستین شماره یعنی چی؟ کوریم آها بگو. نه من اون استیچ خودمونه دیگه، همه چی که نمیشه استیچ باشی همون آدم خارکستهی که مارتو آستین میشه دیگه. میشه حاجی من به این نچیستم کلم ها رو کم کم تعریفش عوض کنم. من میگم چاقل رو عوض کنم تعریفش، استیچ رو عوض میکنم. چاقل رو که هیچی داشم سری چاقل هم چاقل من چاقیم. راجبه بچه ها، راجبه همکاری تو امین پرسیدن. امین سراغ سواله بچه ها، بچه ها خیلی وقت رفت میگن که تو کابس ورس داشته. کابس نه نانس هست شده ورسش هست نشده. چی شده؟ نشده دیگه، یعنی هست نکردیم، یعنی یه جور نشده، جور نشده که ورسش تو آهنگ بیاد. نانس خیلی خفن بود. نانس خیلی بهترین تایی که دیریلت بود. یعنی ورس امینم خیلی خفن بود. آره ورس امینم برای ما پلی کنیم ببینم بایی داشته باشم پلی میکنم. بعد اینکه برنامه برای اینکه کمتر به کیرم ترکاتو ریلیز کنی نداری؟ چرا؟ جدی تر بگیری؟ چرا؟ سعی میکنم. چه طرز ریلیز کردن اون ای پی سو با ساکار گروه بودن نمیفهم. تک تک سینگل دادی همه رو. آره چرا؟ به چه امیدی؟ ببین میگم یه کلن سیکیمی کار کردیم خب، بعد خیلی اومدیم فکر نمی کردی اینقدر جلو بره یه هو. نه میگم ببین هم بر میگنیم به همون بحث این که کسی نیست پشت این قضیه باشه. تو آلبوم کاکر و سوباسا دیگه یه بحث قدیمیه، دوست دارم دوباره برگردم توش به حاشیه‌اش و کسچراش دوباره بک بزنم، ولی مقصرش من نبودم. شاید همینی هم که اومده با اسوانیش من بودم، ولی مقصر کیری بودنش یه من نبودم. کیری بودنش آلبوم با حالی بود، ولی مثلا الان من یکی از رولاوتش خیلی بود. خیلی الان مثلا من رولاوت چیه؟ رولاوت نحوهی بیرون دادن یه مجموعه ترک فارسی زده نداشت، فقط انگلیسی. چیز چی میگه مثلا من الان تو ورس پوریا میشنم میگه تیج بامه داشتم کاکرو، تازه میفهمم که ای آلبوم سوازا کاکروه. اصلا اسم آلبوم این وقت نفهمیدم. از اگه مثلا لایوای پوری اردو مالی که اسم آلبوم نیست نفهمیدی آلبوم فیلم یه 5 تا سینگل ترکه. آره آلبوم عالی بود. بعد می چرا چون شاید مثلا هر کدوم با یه کاور تک تک اون آره. بعد یهو کاوراش عوض شد و آره اصلا این آخه اول قرار بود یهو بیاد همون، بعد دیگه مثلا تیک تیک اومد یه بود یه ترکش اومد دومیش اومد دیگه پشتش دیگه سر لج و لجوازی ستاش هم پشتش اومد دیگه. از پول مهمتر چیزی میشناسی تو زندگی؟ از پول سیگار داری؟
پول چه خب مهمه، ولی خب عشق هم مهمه. عشق مثلا به کاری که داری. آره آفرین. پول خیلی مهمه. خایم مهمه. چقدر؟ خیلی. پول داشته باشی ریسک نکنی مثلا کسکولی به نظرم. سر اون ریسک دارم یه سری جواب میگیرم خب. من میگم همینه دیگه. آدم باشی چقدر زنده است. بابا دیگه کسکولی نگو. بابا نگوش شما پول داشته باشی. اینجوری یا اینجوری. نه بابا قایدی خودت. ولی من خودم اینجوری مثلا این همینجوری شد دیدم همینجوری شد. فرق نمیکنه یا اینجوری باشی یا اینجوری. تو چی چرک تو یعنی ریسک گنده کردی برگشت یا اینکه سر یه برنامه‌ای برگشت؟ نه من که ریسک کلا زیاد میکنم، ولی خب شده مثلا اینجوری شدم، ولی باز ریسک کردم اینجوری شدم اینجوری شدم میگم عقب نکشیدم. من میگم باز پول تاثیر داره حاجی. تو پول داشته باشی ریسکت کمتر، درصد باخت کمتر میشه. مثلا آقا کسی که 200 میلیون داره 10 میلیون میذاره وسط، 10 میلیونش تو خون 200 میلیون هم نیست. کسی کلا 10 میلیون 20 میلیون 10 میلیونش بذاره ریسک بزرگتری کرده. من میگم پول اینجا هم مهم ماجی. بابا پول همه چی مهمه. خیلی بابا مهمه. خب سوال چی داریم بزن؟ تموم شد سواله بچه ها. پویا جان جمله آخری جمعه. آها یه نصیحت کن بچه ها رو. یه سری آدم هستن که سنشون پایینه. حالا دقیقا کسی که این سوال رو پرسیده رو اشاره نمیکنم. کلا یه سری آدم اینجوری هم. که مثلا میپرسن که اوکیه من به 18 سال من مثلا فرد سال دیگه میشم 18 ساله اوکی گل بکشم به نظرتون؟ یه خورده بزن تو سر بچه‌ها که این که مثلا میخوای دعوت بزنی نه از یکی بپرسی که ببین چی میگن. ببین از نزن آدم خیلی بهتره دقیقاً شروع، ولی میزنی هم درست بزن فازشون یا نزن کلا یا میزنی هم درست بزن جواب. ببین مشکل دقیقاً فازشه، یعنی خود داستانی که تا حدی فازشو گرفتم بده. آره مثلا من آره فلان کنم مثلا برای خب اینکه ثابت کنم دیگه. دیگه مواد فاز میده دیگه. خیلی بده اینش. خیلی بده. من میگم چی میگم؟ من میگم که آجی مثلا تو 4 تا موزیک ویدیو 4 تا موزیک رپ اینور اونور مثلا دیدی که مواد میزنه کوک میزنه یارو گل میکشه به نظرت خوبه دیگه جوگیریه. آره من میگم بدیاش هم باید بدونی دیگه. باید بدونی که تو اون گلو میکشی چرا بدونی تو اونشو میتونی بدی. آره این پاچشو الگی سیا نشد نمیدونم میش میگه این ملت اون برای داستان نمیبینن این مسئله هست اصلا اون زندگی هندل کردنش مهمه، زدنش که همه بعد هم بزنن. آره. اون هندل کردن مهمه خیلی که اصلا سراغش نهی بهتر راحت تره. دقیقا از فکرتون بیرون خواهی داچه جمله نصیحتی فران نصیحتی که ندارم، جمله ای هم ندارم. دمتونم گرم، حال دادید به ما، خیلی خوش اومدید، عشق کردم با تون کلی. نه دیگه حرف راست کرد بچه ها، موضوع خودتون باشید و قانج بچه ها، لایک و کامنت و این حرف ها هم یادتون نره و دمتون گرم. تا فرشت تو چرا به قافی های من گیر میدی اینقدر؟ من برنامه رو قطع نه اوکی من این که اینقدر بکیرم این قافی ها رو همون داشتم میگفتم. مثلا این قافی ها رو به رضا پیشرو و یاسو اینا بگی مثلا میگن این چه قافیه یا فلان، ولی تو باحال مثلا تو یه سری وزن میشکنی. و مثلا اگه تو رپ آمریکا هم گوش داده باشی نیو اسکول زیاد دنبال قافیه نی. همینو میگم تو خوب استفاده میکنی ازش. الان رپرای مثلا اروپا استایل به نظرم قیافه طرف از خوندنش خیلی مهمتره. بجون مادرم من هم واسه همین میگم. یعنی مثلا یارو موهاشو عجق عجق درت بزنه 4 تا رنگ مختلف بزنه مثلا سینا مثلا چه پخیه. آره ولی قیافش معروفش کرد. نه خیلی تاثیر داشت قیافش. این چی میگم عجق و عجق بودنش مثلا تاثیر داشت تو. ولی اون چه سوراخی پیدا کرد گسکش؟ ولی دیگه میگم یه الان مثلا تو آمریکا استایل داشتنت خیلی مهمتره. تو استایل داشته باشی بخونی تو تا حرف هم بزنی میای بالا. آره تو چرت و پرت هم میگی باز 4 تا طلا ویزون کنی و الان تو اون دوره رپ فارسین تقریبا یه خورده 30 تا درست کنی. آره دقیقاً. آره تو مثلا خودت من الان ندارم خانومم نذاش بیارم. ببین مثلا الان خودتو شاید به قافیه های من گیر بدی، ولی اکثر همین بچه هایی که دارن جدیدن میخونن خیلی اصلا قافیه بسه شون کیرشون شراب سوی صدرا قافیه کیرشون سوی صدرا گوش دادی؟ سوی صدرا گوش دادی؟ نه یکی از بچه های جدید کیره تو قافیه اصلا قافیه وجود نداره. نه من بحث همین بود که
کافئین نداره، وزن رو یهو میشکنی اصلا آف بیت جایی میشی. نیما میدونه من اصلا رپر، همون رپر آمریکایی که میگی آف بیت. جیربا هم دوست داره مثلا. آره جیربا آف بیت میشه، لیل بیبی اصلا آره آف بیت میشه. این کلا سلیقه‌شون طوریه که ویکتیمو و سیکتیمو و سیکتیمو و ویکتیمو و گلگه لگه زگه دگو شکلی گرفتر بیشتر دوست داره میشونگم، خیلی سفتر شبیه هم امینم بازی. آره دقیقی امینم بازی خوصه شعر نه یه چیز با هم نه مثلا اول سکول نه بابا مثلا چیز آخه نمیشه بگی که مثلا من یه اون مت میام دریک مثلا دریک آره دیگه چرا دیگه ایساب دارم به اس فکر کنم آره سینت جان آره سینت آره بلک اول اسکول دوریان دیگه اول اسکول اول اسکول نه نه یارو شاید بیانسه داره یه بیت تراب ریشه یعنی چیز رو تمیزه همین میشه بگیم یه ها وزن رو بشاشیم توش این میشه نیو اسکول نمیشه که من میگم اونجایی که این میشه تو وزن باحال میشه شه زیاد شه و بشه شه تو در دیوار نمیشه شه فانو نمیشه شه تو بند دیگه خب آدم میگم بچه من هم تا شیدیو بیزود سلبریتی بزرگ پویدروی